سلام، به کانال من خوش اومدید. همونطور که بهتون قول داده بودم یه ویدیو براتون آماده کردم در مورد سایت آمازون، چطور میتونید حساب روش باز کنید، چطور خرید کنید و یه توضیح کوچیک در مورد پست رایگان خریدایی که انجام میدید. با من همراه باشید. خب اول از همه میخوام توی ویکی‌پدیای سایت آمازون بهتون نشون بدم که آمازون توی چه کشورهایی هست. توی 14 تا کشور میتونیم آمازون رو داشته باشیم: چین، amazon.cn، هند، ژاپن، ترکیه، فرانسه، آلمان، ایتالی، هلند، اسپانیا، انگلیس، کانادا، مکزیک، امریکا، استرالی و برزیل. آمازون توی این کشورها شعبه داره، یعنی سایت اینترنتی داره. توی فرانسه که خرید میکنید، خب تو خود فرانسه هست، ولی کشورهای اطرافی که ندارن از همین آمازون فرانسه خرید میکنن و براشون میره به راحتی. یا توی کشوری هستید که به این کشورهایی که لیستش اینجا هست که به این کشورها نزدیکه، میتونید انتخاب کنید، ازش خرید کنید، خیلی راحت براتون پست میکنه و هزینه چندانی هم بابت پستش نمیگیره. میخواستم فقط بهتون نشون بدم که توی چه کشورهایی سایت آمازون شعبه داره. برای این .uk یا .es که آخرش هست، برای این کشورها، برای هر کشوری که هستید آخر آمازون باید همون رو بزنید. اینجا توی گوگل سرچ میکنم amazon.fr که آمازون فرانسه رو بهم میده. ببینید این الان صفحه اول سایت آمازونه که میبینید همه چیز توش پیدا میشه. این چیزایی که خودش بهتون معرفی میکنه یا اینکه طبق خریدی که قبلش انجام دادین اینا رو روی صفحه بهتون نشون میده. این آخرین خریدیه که من از آمازون انجام دادم، برای همین روی صفحه هستش. من الان توی حساب شخصیم نیستم. اگر بخوایم حساب باز بکنیم توی این قسمت، شما میتونید کارهای باز کردن حساب رو انجام بدید. اینجا سلام کرده، گفته اگه قبلا اینجا حساب کاربری درست کردید، حساب دارید، میتونید اینجا روی این نوار زرد کلیک کنید و آدرس ایمیل و پسوردتون رو بزنید و وارد بشید. اگر نه مشتری جدید هستید، این قسمت پایین به شما گفته یه لینک کوچیک داده، گفته اینجا کلیک کنید که حساب جدید بسازید، که با کلیک کردن روی این قسمت این پنجره براتون باز میشه. اینجا ازتون اسمتون رو خواسته، فرق نمیکنه، هر اسمی میتونه باشه، یه آیدی ازتون میخواد. یه اسم اینجا مینویسید، یه ایمیل درست، ایمیلی که واقعا وجود داشته باشه، مثل یاهو، جیمیل یا مسنجر، فرقی نمیکنه، یه آدرس ایمیل درست بهش میدید. و تو این دو قسمت آخر، این قسمت و این قسمت، پسوردتون رو میزنید. اول پسوردتون رو میزنید اینجا و بار دوم تکرارش میکنید. بعد از اینکه این کار رو انجام دادید، تمام این قسمت ها رو پر کردید، بازم روی نوار زرد کلیک میکنید. چیزی که جالبه بدونید، توی سایت آمازون تمام این نوارهای زردی که توی سایت میبینید برای تایید کارتون، یعنی شما روی نوار زرد که کلیک بکنید، کاری که دارید انجام میدید و تایید کردید، یا خرید، یا درست کردن حساب، یا خارج شدن از حسابتون، این نوار زرد نشونه تایید کاری که دارید انجام میدید. اینجا ما میخوایم یه حساب جدید درست کنیم، در آخر کلیک میکنیم روی نوار زرد و وارد حسابتون میشه. خب من الان برمیگردم روی سایت. اینجا میخوام دنبال یه چیزی بگردم. ببینید شکل همه جا الان همین شکلیه. یه کات دارین که کنارش عکس ذره‌بین داره. شما اینجا میتونید دنبال اون چیزی که میخواید بگردید. مثلا من خیلی ساده مینویسم میکاپ، چیزایی که به من پیشنهاد میده. در واقع نوشته میکاپ واترپروف، میکاپ پنسل، یعنی قلموها برای مرتب کردن، جای مرتب کردن لوازم آرایشی و خیلی چیزهای دیگه، فرق نمی کنه. حالا مثلا جا نوشته فوندیشن، ما میزنیم روی این،
چیزایی که بهمون معرفی میکنه مارک ریولون هست، فیتمی، میلانی. میبینید هر چیزی که مربوط به میکاپ باشه رو بهتون میده. اورئال که من یه ویدیو درست کردم اینو داشتم توش. این درماکول که خیلی پوشش داره، خیلی خیلی بالایی داره، بیشتر برای گریم استفاده میشه یا برای پاک کردن تتواش. و اینم اینجوری. فقط میخوام بگم که خیلی راحت شما هر چیزی رو که بنویسید این بالا به شما میده. مثلا این ماساژرهای سیلیکونی که من آخرین ویدیو رو براتون درست کردم، که مثلا من روی این بخوام کلیک بکنم قیمتش 10.77 یورو است. نوشته پستش رایگان میفته. اگه از این شخصی که داره میفروشه اینو، از این ببین اسم فروشنده است، 25 یورو خرید بکنید، حالا چیزهای مختلف ممکنه داشته باشه توی صفحش، اگر از این 25 یورو خرید کنید به صورت رایگان براتون پست میکنه. که گاهی اوقات که ما خرید دیگه ای ندارید، فقط میخواید همینو بخرید، وقتی میرید جلوتر میبینید که هزینه پست شاید 15 یورو برای شما حساب بکنه، که خب خیلی جالب نیست اینطوری خرید کردن. پس برای اینکه دنبال هر جنسی که میخواید بگردید توی سایت آمازون، کافیه اینجا اسمش رو تایپ بکنید و خیلی راحت بهتون میده هر چیزی که بخواید. بعد از اینکه به فرض مثال این جنس رو خواستید بخرید، این گوشه صفحه میبینید که براتون یه کادر زرد گذاشته، زرد رنگ دوباره گذاشته و عکس سبد خرید. روی اینکه کلیک کنید وارد سبد خریدتون میشه، که خب اینجا هم تعدادش رو میبینید، براتون زده تعداد که اینجا مشخص میکنید چه تعدادی میخواید. اینجا بهمون گفته اگر میخواید براتون پست بشه توی یک روز کاری در هفته براتون پست بشه، اینجا کلیک بکنید. یه مدتی بهتون پیشنهاد میده که به صورت رایگان اینو براتون پست میکنه، هر چقدر که خرید بکنید رایگان براتون میفرسته. یه تبلیغی که اینجا کردم برای پست رایگان، من اینو اضافه میکنم توی سبد خریدم. اینجا میزنه که وارد سبد خریدتون شد. قبلا این توی سبد خریدم بود، این 8 یورویی که من خودم گرفته بودم. اینم همینه، دقیقا گفته که اگه 25 یورو خرید بکنید من بهتون پست رایگان میدم. خب من یکی از این دوتا رو حذف میکنم، هم یکی رو توی سبد خریدم نگه میدارم. چیز دیگه که میخوام اینجا بگم اینی که شما توی هر خریدی که میخواید انجام بدید یا هر جنسی که کلیک میکنید و پیداش میکنید روی صفحه، اول از همه خب باید تیترش رو بخونید که شامل چه چیزایی میشه. مثلا ممکنه روی عکسش عکس این چارتا رو گذاشته باشه براتون، یا یه عکسی گذاشته باشه که شما فکر کنید از این جنس ممکنه 4 تا توش باشه، ولی اینجا توی توضیحات ننوشته این رو، اون عکس فقط اینه. حتما باید توی توضیحات دقت کنید ببینید این 4 تا رو نوشته یا نه، که بله این نوشته 4 تا داره، کیتشه و توضیح داده که چه کارهایی انجام میده. اول از همه مهمترینش تیترشه، بعد از اون این لینک های آبی رنگه که براتون گذاشته، که توی هر قسمت راجع به همون توضیح داده. مثلا این فروشنده این جنسه که کلیک کنید وارد صفحه فروشنده میشه. این ستاره هایی که میبینید، امتیازهایی که خریدارها به این فروشنده دادن، به این جنس دادن در واقع. 10 تا از خریدارا اینجا کامنت گذاشتن، 60% از خریدارا 5 ستاره بهش دادن و 20% 4 ستاره. اینجا توضیحات درباره پست رو براتون نوشته، چون اینجا در مورد پست توضیح داده، توضیحات بیشتر داره. چیز دیگه که مهمه رنگ قرمز رنگه، که خب قیمت رو براتون مشخص میکنه، و بعد از اون رنگ سبز،
رنگ سبزم نوشته که من این رو دارم و گاهی اوقات می نویسه که من از این جنس فعلا ندارم. اینجا نوشته من دارم، تو استوک دارم. اگر این جنس رو بخرید یک شنبه است امروز، گفته سه شنبه 30 ژانویه براتون میفرستم، یعنی تقریبا 2 روز بعد این جنس رو پست میکنه به دستتون میرسه، که اینم باز توضیح داده درباره جنستون و همینطور ادامه پیدا میکنه قسمت های آبی و قرمز. بیایید پایین تر، بازم توضیح داره راجع به این جنس، وزنشون